دست درست. خیلی سخت بود. اگه میگفت این سرشو بیارم راحت‌تر بود. داره این مار زخمی به خودش میپیچه. اگه بفهمه. خیالت راحت باشه. یه کار دیگه باید دارم. اسپری میدونی چیه؟ یه مشکیشم میخوام. مرخصی. شبیه آخه مهندس، مهندس کجاست؟ خانم مهندس هیچ کس تو شرکت نی سه ساعت پیش همه رفتن همراهش جواب نمیده تلفن دفترش هم یه سره مشغوله نمیدونم بالا کسی جواب نمیده بیتابی نکن خواهر لبا طبق معمول رفته در داداش این که بازه صادقی برو اتاق بهنام داداش برو اتاق بهنام چی شد آقای سلیمی خانم صادقی خب ببینیم مامان چه شام خوشمزه‌ای برای ما درست کردن سوپ اول برای دختر بعد برای پدر بفرمایید مامان همیشه سوم میشه بابا دست رو در نکنم نوشه جا بله کجا داوود باشه میام ببخشید شب بخیر رئیس سلام دارم کی پیداشون کرده؟ همسر مدیر عامل بعد برادرش حالا کجا هم؟ همسر حالش بد شده بردنش بیمارستان همون برادره هستش چی کار میکنن تو این شرکت؟ چند تا پرسنل دارن؟ کارشون واردات ابزار آلات صنعتیه حدوداً 40 تا پرسنل دارن
خوب سلام صبا. قربان قتل با گلوله. رئیس احتمالاً صدا خفه کن داشته. چطور؟ چون سرایدار میگه هیچ صدایی نشنیده. بیچاره منشی احتمالاً قربانی مدیرش شده. رئیس اسماعیل سرایدار ساختمونه، فکر میکرده مهندس مجد و منشیش از شرکت خارج شدن. همیشه ساعت 6 میرفتن. خود آقای مهندس اینجا رو قفل میکرد. در قفل بود؟ نه. شبکه اینجا میمونه. هیشکی. تو چی؟ فقط من. مطمئنی کارمندی کسی برای اضافه کاری اینجا نمونده بود؟ آقای مدیر اضافه کاری رو قدغن کرده بود. پس کسی تو این ساختمون نمونده بود. چطور صدایی نشنیدی؟ ساعت 5 از آقا اجازه گرفتن که بری بیرون؟ جواب؟ بله، برای خرید. کی برگشتی؟ 8 نشده بود. چه ساعتی کار شرکت شروع میشه؟ 7:30، اما کارمندا 7 میان. ولی فردا؟ فردا چی؟ پنجشنبه جمعه شرکت تعطیله. تو چند سال اینجا کار میکنی؟ 11 سال، از وقتی اینجا ساخته شد. قربان، آقای سلیمی برادر خانم مقتول. متاسفم. خواهرتون کجاست؟ بیمارستانه، الان تماس داشتم، قلبش ناراحت. رئیس فنجونا رو میبرم برای آزمایش. فنجون؟ خب، شاید قاتل با قرار قبلی اومده. اسماعیل کی اینجا بوده؟ نمیدونم قربان. وقتی اومدی از آقای اجازه بگیری کسی هم پیشش بود؟ فقط خانم منشی بوده. این طبقه آبدارچی نداره؟ خانم منشی زحمت پذیرایی رو میکشیدن. همینجا باش، باید کار دارم. بله قرب. به نظر مشکوک میاد. داره چیزی رو پنهان میکنه. خسته نباشی دکتر. متشکرم سرگارد. یه گلوله مستقیم از پشت سر. آثار بارو توی بدنش نشون میده گلوله از فاصله خیلی نزدیک بهش خورده. مهمونای قاتل 2 نفر، احتمالاً هم آشنا، ازشون پذیرایی شده. یه نفرشون اومده اینجا، یه نفرشون هم رفته سراغ منشی. رئیس یه نکته وجود داره. چه؟ ساعت 11 آقای سلیمی برادر زن مقتول با پلیس تماس میگیره. خب خودش میگه که جسد رو ساعت 9 دیدن، یعنی 2 ساعت تاخیر. دلیلش؟ میگه که فکر کرده سرایدار رفته خبر بده. سرایدارم همین فکر رو کرده. این همه تلفن اینجاست، چرا از اینجا تماس نگرفتن؟ دکتر به نظر شما کی بوده؟ میدونید که دقیق نمیشه گفت، اما حدوداً یه چند ساعتی میگذره. شرکت ساعت 4 تعطیل میشه. سرایدار مدعیه که ساعت 5 اومده اینجا، هیچ خبری نبوده. دوباره ساعت 8 برگشته. پس دوتا مهمونا بین ساعت 6 تا 8 اینجا بودن. دفتر منشی. منشی حتما ساعت ملاقات ها رو یاد داشت کرد. ظاهرم ملاقات ها توی این دفتر ثبت می شدن. خب این آماده امروز چهارشنبه است. من این چند نفر آخری رو میخوام. یه سب چی قربان؟ آخرین ملاقاتی که اینجا ثبت شده ساعت 4 بوده، یعنی کارمندا سر کارشون بودن. آقای سلیمی سمت شما تو این شرکت چیه؟ هیچی. کجا کار میکنید؟ فعلا که بیکارم. عجیبه نه؟ شوهر خواهرم با این دم و دستگاه، اون وقت من بیکارم. واقعیتی که نمیشه عوض کرد. به هر حال من موندم تو شرکت تا کار شما رو راحت کنم. منظورتون چیه؟ چی میخوایم بگین؟ از نظر شما من مظنونم، اینو میدونم. من چنین چیزی گفتم؟ به هر حال دیر یا زود اتفاق نمیفته. امروز نه، فردا. کدوم اتفاق؟ همین شک به من، اینکه شوهر خواهرمو من کشتم. اما میتونم برای دقیقه به دقیقه امروز شاهد بیارم. عجب، برای دقیقه به دقیقش. بیاد اینجا. من و اون مرحوم اختلاف داشتیم.
اینو همه میدونن، چیزی نیست که بخوام پنهونش کنم. نه به خاطر خودمون، به خاطر همسرش، خواهرم که البته باهاش اختلاف پیدا کرده بود. قبل از اینکه بخواد اونو طلاق بده، منو اخراج کرد. پس اینجا کار میکردید؟ بله، تا 3 ماه قبل. بعد اخراج شدید؟ بعد از یه دعوای جنجال که البته همه شاهد بودن. چون خودتون پیش قدم شدید دارم میپرسم. میخوان بگین انگیزه این کارو داشتید؟ کشتن اون؟ نه. ما با هم درگیر شدیم. کار به کلانتری هم کشیده شد، تشکیل پرونده هم شد. اما اینکه نگران اون سابقه هستی؟ همه توی شرکت شاهد بودن. ببین، شما نگران هستید که از طرف اونا متهم بشید. بسیار خوب. سر فرصت به حرفاتون گوش میدم. فعلا به من بگین چیزی از اینجا کم شده، چیزی به سرقت رفته؟ من نمیتونم کمکی بکنم. خواهرتون چی؟ اونم بی‌خبره. همه 40 نفر کارمند اینجا کار میکردن؟ 37-8 نفر. البته 10-12 تاشون موقت بودن. موقع ترخیص کالا و انبار کردن چند تای دیگه هم استخدام میشدند. البته بقیه هم مثلا دائم بودن. اما هر وقت آقای رئیس اراده میکرد با یه لگد یه بخت برگشته رو مینداختش بیرون. معاون شرکت لطفا بیارید سروان. بله رئیس. رئیس این سرایی داره بدجوری مشکوک میزن. در این راه میافتید لطفا. ساعت چنده؟ 2:15. و سریع هم به خونه سرایدار بزنیم. بفرمایید آقا پایین. تو هم بیخواب شده اسماعیل. حتما چای تو بساطت داری؟ بله آقا، تازه دمه. بفرمایید آقا، بفرمایید. خیلی خوش آمدید. ببخشید آقا. یالله الان زندگی میکنی؟ بله آقا، پارسال که زن بچه‌ام رو فرستادم شهرستان دیگه حاضر نشدن برگردن تهران. همه اتاق داری؟ بله آقا. خوبه، برای یه نفر بسه. ببینم چی پختی؟ قابلمت برای یه نفر خیلی بزرگه. حتما هر دفعه برای چند روزت قضا درست میکنی؟ بله آقا. خب گفته بودی رفتی خرید. خیلی از میوه چی خریدی؟ گوشت و نون. حتما خیلی شلوغ بوده. خب معمولا با اتوبوس میری یا تاکسی؟ بازارچه نزدیکه، سر خیابونه. پس چرا 3 ساعت طول کشید؟ راستش رئیس، مهمونات کجا؟ آقا تو ما دروغ گفتی، تو تنها نبودی. بگو دو نفر دیگه کجا؟ من دروغ نگفتم. بازم دروغ میگه. همه ی حرفات دروغه. اجازه گرفتن از مدیر، بیرون رفتن برای خرید، تنها بودنت. راستش بگو کی اینجا بوده؟ میگم چشم. یک کلمه، فقط یک کلمه دروغ بگی برات درد سر بزرگی درست میشم. کار اونا نیست. خدا سرشاهد کار اونا نیست. کیا؟ بگو کیا؟ پسر خواهرم و عیالش اومده بودن اینجا. صدفان قبل از سپیددم 2 نفرشونو بیارید. میارمشون، خودم میارمشون، قسم میخورم. بازداشتش کن. چشم رئیس. دست جلو. خوبیف. خب بای نیرومن، همه چی سر جاشه، هیچ مشکلی نیست. ممکن از جای دیگه ای سرقت شده باشه. اون همه کشو و میز تو سالن هست. خوب همه جا رو دیدی؟ بله قربان. بله درزین، این لپتاپ رئیس اون بوده. اون پسورد میخواد، رمز عبور میخواد. فکر نمی کنم کسی داخل این شرکت پسورد اینو داشته باشه. رئیس خانم وفادار متوجه کم شدن چیزی نشدن. همه جا رو خوب نگاه کردین؟ بله رئیس. سلام جناب پاسپورت. 2 مزنون. یه زن و مرد جوان چند روز گذشته پنهانی تو شرکت دیده شدن. بله. یه پرسنل میفرستم خدمت. مرحمت علی زیان. چی شده داود؟ رئیس احتمالا امیر میتونه رمزو باز کنه. مطمئنی؟
سعی خودمو میکنم قربان. با احتیاط. اون چی که ما دنبالشیم ممکنه این تو باشه. بله قربان. باز فورس منتظره بعد گرفتن حکم اقدام کن. بله رئیس. خوابم نمیاد. یه پرونده خاصه، نمیتونم راهش کنم. کاش میتونستم کمکت کنم. الانم خیلی کمکم میکنی. راستی امروز موقع پرداخت قسط بانکم تو فکرش بودم. واقعا یادت بود؟ این از وظایف مدیر خونه است آقا. آزاده بیدار شد. خداحافظ. خداحافظ. سر خواهرم تلفن کرد شرکت، گفت بازنش اومده تهران دنبال کار. گفتم دایی جان تو که درس نخوندی چه کاری ازت برمیاد؟ گفت هر کار. گفتم بی خود بی جهت خود آواره شر نکن، برگرد برو ولایت. گوش نداد. بعدم بازنش اومدن دم در شرکت. کی اومدن در شرکت؟ والا 3 روز پیش بود. تو هم بدون اینکه کسی اجازه بگیری بردیشون خونه سرای دارید جاشون دادی ها؟ التماس کرد. دلم به درد اومد مجبور شدم. آخه خواهرزادم بود و عیالش رعنا. اما قول داد هر چی زودتر کار پیدا کنه بره. من هم اصرا شرکت که تعطیل میشد میرفتم پیش هم ولایتیام بلکه بتونم یه آلونکی براشون جور کنم. چرا فراریشون دادی؟ ترسیدم. خدا سرشاهد ترسیدم. گفتم نکنه یه وقت قتل بیفته گردنشون. حسین ببرش. خب اینجا رو انگوش بزن. خوبه. شما خانم اینجا. خوبه. سرکار احمدی خانمو ببر بازداشتگاه زن. مگه ما چی کار کردیم؟ کاری نکردیم ما. علت فرارتون از صحنه جرم باید مشخص بشه. ما ترسیده بودیم. غریب هستیم. بعدن مشخص میشه. ببرش خانم. بله قربان. حسین گزارش آزمایشگاه معلوم کرده نوع کالیبر اسلحه فاصله و زاویه شلیک به منشی از 4 متری شلیک شده به مدیر از پشت سر. هر دو از یک کلت کمری. پس هر دو گله از یک اسلحه شلیک شده. از محل جنایت چند اثر انگشت غریبه به دست آوردیم و دو گروه خونی که از روی بزاق روی فنجونه چای به دست اومده. از 3 نفر که بازداشت شدن نمونه بگیرید. چشم قربان. میخوام نوار اعترافات گوش کنم. بله رئیس. خسته نباشی. نمیخوای بخوابی؟ الان 24 ساعتی یک کله رو این داری کار میکنی یا؟ نمیدونم چی میتونه باشه. هرچی که احتمالش میرفته امتحان کردم. خیلی خوب. بیا نسکافه بخور چیشات وا میشه. بیا. فقط یه راه مونده. باید یه ویندوز جدید روش نصب کنم تا شاید پسوردشو پیدا کنم. ها؟ ها. زوج جوان و سرایدار شرکت هنوز از نظر ما مظنون هستن، اما نمونه ها و نتیجه آزمایشگاه چیزی رو در مورد اونا ثابت نمی‌کنه. سرقتی هم نشده، ظاهراً چیزی دست نخورده. البته ظاهراً. به نظر نمی‌رسه موضوع مالی اختلاف حساب باشه. ما رو مشتری‌ها و طرف حساب هم فکر کردیم. انتقام. شاید این تنها انگیزه موجه باشه. خب، فرضیه. میتونه کار سلیمی باشه.
یه جور رفتار میکنه انگار داره فیلم بازی میکنه. البته خیلی هم خوب ادای بیگناه رو در نمیاره، ولی خب دست پیش گرفته. یعنی با زرنگی خواسته ما رو فریب بده. خب اختلافات خانوادگی هم یکی از احتمالاته. نظر بقیه چیه؟ مجد و همسرش تصمیم داشتن از هم جدا بشن. اما حالا با مرگ همسر نه تنها این جدایی آبرومندانه اتفاق افتاد، بلکه یه ارث حسابی هم بهش میرسه. تون ندید. گفتم فرضیه، نگفتم قصه فکر و خیال. میشه تو خانواده‌اش تحقیق کرد. در مورد اینجور فرضیه‌ها که با مسائل خانوادگی مربوط میشه باید احتیاط کرد. تا دلایل و مدارک کامل نشده نباید مطرحش کرد، وگرنه ما میشیم آتش بیار مرگه. خب من میخوام روی خط تازه کار کنیم. تمرکز توی شرکت مورد نظر و از همه چیز و همه کس. من فکر میکنم اینجا باید رد و نشونی از قاتل پیدا بشه. قربان، پنج نفری که دستور داده بودید تو اتاق مطالعه منتظرن. یادمون باشه با کمترین هزینه و زمان دنبال فرضیات واقعی باشیم. فردا یه لیست از همه مظنونی میخوام، همه اون کسایی که انگیزه کافی برای این جنایت داشتن. تو این سه سالی که استخدام شرکتم هیچ مشکلی با مرحوم مجد نداشتم. میدونی اون واقعا آدم درستکار و واقع بینی بود. جرأت معاملات بزرگو داشت. ایستگاهی که میکرد باعث موفقیت شرکت شد، اما از شریک بیزار بود. شاید بهتر باشه از اونایی که اخراج شدن بپرسیم، مثلا آقای سلیمی، برادر زنشون. مسائل مشکلات خانوادگی ربطی به شرکت نداره. شرکت‌های آدمایی که طرف معامله بودن گاهی دچار مشکل می‌شدن. چند ماه پیش بعد از یه دعوای حسابی اخراجش کرد. همه شنیدن که سلیمی رئیسو تهدید کرد. من تهدیدش کردم. فکر کردم میتونستم جلوی رفتار بدش با خواهرم بگیرم. میدونست که همه چیزو به من میگه، اما از سه سال پیش شروع شد. از وقتی که تو چند تا معامله بزرگ سود خوبی نصیب اونو شرکت شد، بعدش دیگه حرفه هیچ کس رو قبول نداشت، همه رو تغییر میکرد. کاری که با منم کرد. آی کیوان مجد. خودم هستم، بفرمایید. ما چند تا سوال داریم. فعلا کارتون رو تموم کنید، ما فرصت داریم. مرسی. چقدر میشه؟ در خدمتم. سروان رحیمی از اداره آگاهی. ایشونم ستوان بوشهری همکارم. منتظر بودم. واقعا؟ حتما شنیدید تو خانواده ما اختلاف وجود داره. سال هاست که ما رابطه نداریم، اما خبرها ربطی به رابطه ندارن، میان و میرن. پس از مرگ عموزادتون خبر دارید؟ این چند روزه هرچی روزنامه است بهترین جاشون رو گذاشتن برای این خبر. شما هم همه روزنامه ها رو خریدید که آگهیاشو جمع کنید. منظورم اینه که از طریق روزنامه ها با خبر شدی؟ نه سرکار، گفتم که خبرها میان و میره. برادراتون کجان؟ هر کدوم یه طرف دنیا، داخل، خارج. اما بی جهت وقت خودتون رو تلف نکنید. من و برادرم اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم، همون 15 سال پیش می‌کردیم که داغمون تازه بود و به خاطر بالا کشیدن سهم الارث پدرمون رو بکشتن دادن. شما به زنمون سر زدید؟ مادر مرحوم. متشکرم. جناب سرگور صنایع افسر آگاهی، ایشون هم مادر مرحوم مجد هستن و خواهرشون. تسلیت عرض میکنم خانم مجد، ما رو در غمتون شریک بدونید. میدونم الان وقتش نیست، ولی ما داریم سعی میکنیم سرنخ‌های از قاتل به دست بیاریم. چرا باید پسر بیگناه من کشته بشه؟ ما هم دنبال جواب همین سوال هستیم. شما به کسی مظنون نیستید؟ توی فامیل خانواده؟ منظورم دشمنی ها و کینه های قدیمیه. بهترین سوال از زنش بپرسیم. هیچ کی تو آشنا نمیتونه با بهنام منی همچین کاری کرده باشه. ما چند روزی داریم تحقیق میکنیم. شنیدیم که بین اون و پسر عموهاش اختلاف خانوادگی وجود داشته. شما میتونین راهنمایی کنید؟ هیچ کس جناب سرگرد، هیچ کس توی فامیل نمیتونه همچین کاری کرده باشه. هیچ کس. بله،
چیزی از دفترش سرقت نشده. میتونه معنیش این باشه انگیزه قتل انتقام بوده. اختلافات خانوادگی ما کهنه است، قدیمیه، ربطی هم به این جنایت نداره. شما به جای اینکه دنبال قاتل توی فامیل بگردین، بهتره برین دنبال اونایی که از حسادت نمیتونستن موفقیتشو ببینن. برین دنبال روغ باش. احمد آقا چی ادا بود؟ ساعت 12 شبه، نمیخوای بری خونه؟ چرا چرا؟ بچه ها کوشم، سبا و حسین امیر اونجا تو شرکت دارن رو پرونده های تک تک پرسنل کار میکنن، برای فردا لازمشون داری. فردا؟ آره، از فردا کار عادی شرکت شروع میشه. خیلی خوب، بریم. بریم آقا. صبح خیلی بود. چطور مگه؟ اشتباه نکنم معنی تلفن یعنی کشف یه سرنخ. اومدم. صبح بخیر. سلام رئیس. بشین. سلام. بفرما صبحونه. صرف شد. سلام قربان. سلام. بشین بکارت برسیم. خب چجوری وارد شدی؟ راهی زیادی رو امتحان کردم قربان. ولی رئیس این جناب منادی راه نهایی رو یا نمیخواد بگه یا نمیتونه بگه. چند دقیقه دیگه وقت میخوام قربان. دیدید رئیس کاملا محرمان است. نباید لو بره. قربان اجازه بدید تموم بشه میگم خدمتتون. قربان پرینت مکالمات در روز گذشته، سه مورد باج تلفن، بقیه‌اش از محل شرکت و تلفن همراه خونه که همشون چک شدن. اون سه مورد چی؟ تقریبا از باج تلفن‌ها یه منطقه زده شده، همشون هم تو یه روز چهارشنبه گذشته، درست یه هفته قبل از جنایت. صبح بخیر قربان. صبح بخیر سروان صبا. بگید. دفتر ملاقات‌ها رو مطابقت دادیم. مش ملاقات‌های غیر کاری خودش رو می‌ذاشته برای آخر هفته آخر وقت. یعنی ساعت 4 به بعد عصر چهارشنبه. خب، نتیجه. تحقیق از تک تک کارمندا جواب داد. البته ظاهراً یکیشون اطلاعاتی داره. مش دوست نداشه بعضی از ملاقات‌های شخصیش ثبت بشه. برای همین نه اون چهارشنبه نه این چهارشنبه اسمی از ملاقات‌ها نیست. ملاقات با همون کسی که باجه تلفن با مش تماس گرفته. پس درسته قربان. تقریبا همه فایل‌ها رو چک کردم. می‌خواستم مطمئن بشم که فقط همین یه مورده. اینو تو تقویم کامپیوتری ثبت کرده. ساعت 5 روز چهارشنبه ملاقات با زنده دل و خانمش. مسئولیت بایگانی شرکت با منه. تو این 4 سالی که مشغول کار بودم کمتر شده با رئیس مرحوم مجد مستقیما کاری داشته باشم. حتی گاهی ماه تا ماه همیشون رو نمیدیدم. چهارشنبه گذشته بود، داشتم آماده می شدم که برم. ازم خواست بمونم، گفت یه خانم از فامیلای دورشو میخواد معرفی کنه، گفت بمونم تا اونو بفرسته اتاقم. نیم ساعت گذشت دوباره زنگ زد. الو. خواهش میکنم. نه خسته نشدم، مشغول کار بودم. بسیار خوب، خداحافظ. گفت که فعلا منصرف شده، بعدن اگه تصمیم بگیره دوباره خبرم میکنه. معذرت خواهی کرد که وقت منو گرفته. راه افتادم از شرکت برم بیرون. چی بر جای تو باشه؟ باید میکشتمش، باید میکشتم. خدا یه حق نداری پیه میکنم. یه حق نداری پیه میکنم. خیلی خوب. یه بیرون. خیلی خوب. امید. دیگه حق نداری بیه.
باش دیگه حق نداریم بیا اینجا. خیلی خوب آروم باش، یه ذره فقط آروم باش باشه. خب دیگه نباید بیا. خیلی خوب دیگه حق نداری بیا. خیلی خوب دیگه نمیایم اینجا. خوبه؟ آره خب آروم شدی امید؟ آره بریم. بعد دوباره سوار آسانسور بشی. داشتم با ناراحتی با هم حرف می زدم، انگار از رئیس دلخور بودن. گویا رئیس خیلی بهشون اعتنا نکرده. تو آینه یه لحظه چهرهشون رو دیدم، یه دختر پسر جوان بودن. دختری گریه کرده بود، صورت پسرم خیلی قرمز و برافروخته بود با چشای عجیب و ترسناک. حد زدم شاید بیمار باشه. فردای اونس رفتم سراغ خانم صادقی منشی رئیس. کنجکاو بودم که بدونم اونا کیان و موضوع چیه. خانم صادقی هم چیزی نمیدونست، میگفت از فامیلای دور مجد هستن. گویا آقای مجد اول میخواست دست به سرشون کنه ولی بعد با اصرار اونا تنبیه ملاقات میده. کدوم یکیشون آشنای آقای مجد بود؟ اون خانم یا اون آقا؟ نمیدونم. ولی گفتید که حرف از استخدام یه زن بود، درسته؟ اما ما احتیاجی به کارمند نداشتیم، چه زن چه مرد. به نظرم آقای مجد میخواسته یه لطفی در حقشون بکنه. زن و مرد جوان غریبه آشنای دور. رئیس دقت کردید میشه وارد شرکت شد، به دفتر رئیس رفت بدون اینکه توجه کسی جلب بشه؟ بله دقیقاً، برای همین کسی این دو نفر رو ندیده. الو آقای سلیمی. سلام علیکم، من سرگرد صنایعی هستم. حال شما خوبه؟ خوبم. من دنبال یه زوج جوان هستم، هلوهوش سنی 25 تا 27 زنده دل. بله این اسم برای شما آشنا نیست؟ خب بفرمایید. ببخشید تو این موقعیت، البته به خاطر کشف حقیقت ناچار شدیم مزاحمتون بشیم. شما صاحب اون عکسو میشناسین؟ امید چیکارش دارین؟ شما میدونین کجا میشه پیداش کرد؟ مگه چیکار کرده؟ فعلا چیز زیادی نمیدونیم. پس شما پسره رو میشناسین؟ چند روز پیشم بهنام ازش میپرسید درباره همین امید زنده دل. چی پرسید؟ پرسید کیه؟ چه نسبتی با ما داره؟ گفتم پسر درخشنده است. درخشنده؟ کی هست؟ دختر عموی بهنام. سالها قبل با هم نامزد بودن ولی خب به خاطر اختلاف دوتا خانواده به هم نرسیدن. زنده دل از فامیل همسر خانم درخشنده است؟ بله. پسره یکی دو سال بیشتر نداشت که از هم جدا شدن. زنده دل بعد جوری معتاد بود، امیدو درخشنده بزرگ کرد. آدرسی ازشون داری؟ از درخشنده؟ نه ولی از پسرش یکی از بستگان خبر داره. یعنی این پسر قاتل بچه منه؟ سر درخشنده؟ آخه چرا سر کرد؟ آپارتمانشون طبقه دوم رئیس.
آماده دستوریم. مجوز بازرسی آماده است داوود؟ بله رئیس، پیش من. سرکار سوار مارونی عملیات شروع میکنیم. دو ماه پیش بود که اومدن اینجا. صابخونه میگفتش که تازه با هم دیگه ازدواج کردن. روزای اول همش سر و صدای داد و بیدادشون میومد پایین. مرد زیاد خوشش نمیومد که با در همسایه اختلاط کنه. اما خانومم با زنش یه سلام علیکی با هم دیگه داشتن. خانومم از زنش شنیده بود که شوهره مریض احواله. الانم یکی دو شبی هست که صداشون رو نمیشنوی. با فامیلیشون رفت آمد نداشتن. کسی از اونا رو نمیشناسی؟ چرا؟ یه شب برادر دختره رو پشت در دیدم. چهرش به نظرم خیلی آشنا اومد. پرسیدم کجا دیدمت؟ گفتش که توی سینما کار میکنم. اون موتور سوار است رئیس. سرکار سوار مارونی دنبال ما بیا.
مجد را بیافت. یا هایدا مردم از گشنگی، پس برادرت کی میاد؟ داره موتورش رو میاره تو خونه. خب پس بهش بگو زود بیاد، وگرنه چیز تو سفره نمیمونه. باشه، بذار دستراتش رو بشوره، الان میاد. هایدا آماده باش، فردا از اینجا میریم. باشه، هرچی تو بگی، هر چی تو بخوای. اون اثر انگشت هر دوشون با اثر انگشتایی که تو دفتر مقتول به جا مونده مطابقت میکنه. نمونه بزاق فنجونای چای هم همینطور. دیگه جای انکار نمونده هایدا خانم. حالا قبل از هر چیز میخوام به من بگی اسلحه رو چی کار کردی؟ ممنون. بفرم. زحمت کشیدی. باید ببخشید، آقای مدیر عذرخواهی کردن، گفتن جلسهشون طولانی میشه. یعنی بریم؟ شرمنده، شما بدون وقت قبلی تشریف آوردی. بله، برای استخدام خانومم اومدیم، هفته قبل وعده‌شو داده بودم. شنبه تماس بگیریم، با موافقت آقای مدیر یه وقتی براتون تعیین میکنم. منتظرشون میمونیم تا جلسهشون تموم شه. مثل سگ داری دروغ میگه، تو دارش دناست. وای امید، چته؟ تو هم دست اونی؟ امید چته؟ ای امید، امید، امید بعد از استفاده تازه فهمیدم مریض. روزی 10-20 قرص میخورد. دکترها میگفتن تومور داره، اما ما که پول دوا درمون نداشتیم. گاهی امید یه چیزایی از گذشتش گفته بود، اما تازه اون روز تو دفتر مجد من همه چیزو فهمیدم. امید روح مریضی داشت. دلم گرفت. دلم برای هر دومون خیلی سوخت.
درست یه هفته قبل از کشتن اونا بود. خیلی وقت بود که امید از یه فامیل پولدارش حرف میزد و وعده دیدنش رو میداد. انقدرم گشت و بالاخره تونست رد و نشون و تلفن اون آشناش رو پیدا کنه. ازش قول استخدام گرفت. اونم خواست همراه من بریم دفترش. همونجا بود که اون مشت حرفش رو. مجد شروع کرد از یه کینه و دشمنی قدیمی حرف زدن، از اینکه قرار بوده یه روزی با مادر امید ازدواج کنه، از اعتیاد پدرش و طلاق مادرش و نتیجه اونا که شده بود امید. حالا امید لحظه به لحظه بدتر می شد تا اینکه حالا امید بد و بدتر شد. گوش کن پسر جون، به نظر من تو یه آدم مریضی که البته باید معالجه بشی. البته زنت سالمه. ببین، ما الان داریم کارمندامونو کم میکنیم، ولی من زنتو استخدام میکنم، اونم فقط تو بخش خدمات فعلا. و اینم بدون که من الان این لطفو به خاطر مادر تو دارم انجام میدم، فقط به خاطر مادرت، میفهمی؟ مادرم بودم که یهو امید با یه حال خراب از راه رسید، دست منو چسبید و دنبال خودش کشوند. حتی به اعتراضای مادر منم گوش نکرد، با زور و تهدید منو برد دفتر مجد. منشی مجد بیچاره تا امیدو دید با اون حال خراب بدون اینکه مقاومتی بکنه گذاشت ما بریم تو. فوری هم رفت دو تا فنجون قهوه آورد گذاشت جلوی ما. امیدم اون قهوه داغ و لاجوره سر کشید و یهو دوید طرف اتاق مجد. به تو یاد ندادم موقع وارد شدن در بزنی؟ حالا تو یادم بده. بیا بیرون. اون که جا مونده. کی؟ من؟ من؟ آره جا مونده. را بیفت. تنها میمونه آخه، میترسه. بی رب نگو، را بیفت. منتظرم باش، میام. خیلی تنها نمیمونی. بگیر، تو میتونی. نگفتیم که نمیتونیم. شما مهلت بدین از زیر زمینم که شده پیداش میکنیم. میدونم که جربزشو داری. بپر ببینم چی کار میکنی. صابرم بگو بیاد. با اجازه. سختی ازش خواستین. ملاقاتی چی شد؟
امروزه دیگه هاتم خواهم. فقط میگم دلنگرون داشتی؟ نه به جون شما، من که تضمینش کردم. فکر کردم نکنه این اسپری که به بهزاد گفتی از داداشم میخواین. نه اون بیرون کارهای دیگه از دست داشت برمیاد، نگرونش نباش. صابر خیلی ازت تعریف میکرد آقا سلیم. نوکرت هم آتام خوان. رفیقای داداشم، رفیقای ما. هر کاری داشته باشی در خدمتیم. کار کوچیکیه، از پسش برمیه. البته بی سر و صدا. دهنم آقورس آتام خوان، لب تر کنید. یه مختصر بدهی به یه بند خدایی داریم، میخواییم ناغافل بهش برسونیم. کجاست؟ گمش کرد. باز پیداش کنی، آمارشو برام بیاری تا طلبشو پاس کنم. کی هست آتم خان؟ یه رفیق قدیمی، افسر آگاهی، سنایی، احمد سنایی. بهش بده کاری؟ یه مختصر باید تلافی کنم. احمد سنایی. آره.